بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده‌های محترم شبکه 3، همراهان فوتبال برتر، احوال شما چطوره؟ خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم و قراره که با هم دیگه حرف بزنیم راجع به اتفاقات هفته گذشته فوتبالمون، چون توی ایام ماه مبارک رمضان برنامه دوشنبه شبمون کوتاه‌تره، خیلی کوتاه‌تر از شب‌های دیگه. ما پنجشنبه هم 4 تا 6 خدمت شما هستیم و صحبت می‌کنیم راجع به اتفاقات فوتبالیمون. جام حذفی که شگفتی سازی بسیار زیادی داشت امسال و این فصل، نشون میده وقتی تیم‌ها انگیزه مساوی داشته باشن برای بردن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تو کیفیت بازی‌ها. اینو از این جهت میگم که مثلا هفته‌های پایانی رقابت‌های لیگ برتر واسه بعضی از تیم‌ها هیچ فرقی نداره ببرن یا ببازن. چند سالی هم هستش که ما این موضوع مطرح کردیم، باید یه عددی از اون درآمد مثلا تبلیغاتی رقابت‌های لیگ برتر که اختصاص داده میشه به تیم‌ها بذارن برای رتبه‌بندی که انگیزه داشته باشن تیم‌ها توی هفته‌های پایانی. نگن آقا ما که سقوط نمی‌کنیم، قهرمان هم نمیشیم، سهمیه هم نمیگیریم، پس حالا چه اهمیتی داره این بازی برامون؟ دیدید که اهمیتش توی رقابت جام حذفی خودش رو نشون داد. تیم‌ها شانس هم مساوی، دوست دارن برنده بشن و تهش این شد که از 9 تا تیم اول رقابت لیگ برتر هیچ کدوم تو 4 تا آخر نیمه نهایی جام حذفی نیستن و فقط دو تاشون لیگ برتریان هستن، یه لیگ 2 یه لیگ 1، و خیلی خیلی مسابقات جذابی داشتیم توی هفته گذشته. راجبشون صحبت می‌کنیم، راجب تیم ملی فوتبال کشورمون باید صحبت بکنیم که بازی‌های تدارکاتیشو مثل که داره می‌چینه، صحبت از آرژانتین و برزیل و اینا هم هست، امیدوارم که آخرش به بورکینافاسو و گینه بیساو ختم نشه و تو همین لول حالا یه ذره پایین‌تر باز ما راضیم بمونه، اکوادور و نمی‌دونم پرو و اینا رو بچه‌ها بتونن هماهنگ بکنن. راجع به تیم ملی سعی می‌کنیم مفصل صحبت بکنیم، فوتسال و اتفاقات مختلفمون. راجع به برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ هم خیلی سوال کرده بودید که باید خدمتتون بگم بازی لیگ برتر برنامه هفته پایانی اعلام شده و بعد از ماه مبارک رمضان برگزار میشه و شما یه تیم بیچاره رو تصور کنید که توی رقابت لیگ قهرمانان آسیا نیست، یعنی فولاد سپاهان نیست، تو جام حذفی هم حضور نداره، بعد 20 روز 25 روز بمونه بیرون. یه تیم لیگ برتریه بعد 20 25 روز بمونه بیرون و دوباره نمیدونم بدنسازی کنه، دوباره بازی تدارکاتی بازی کنه و نمیدونم حالا چه جوری بوده داستان این برنامه‌ریزی. هفته 25 رقابت‌های لیگ برتر خیلی سریع بریم و با هم مرور بکنیم که سازمان لیگ اعلام کرد گرامی‌داش تهدید سعید فطر هست. شنبه 13 اردیبهشت ماه شهر خودرو قرار با صنعت نفت بازی کنه، مثل رفسنجان با فیض سپاسی، نفت مسجد سلیمان با تراکتور بازی کنه، چهارشنبه هم سپاهان استقلال بازی فوق‌العاده حساسه رقابت‌های لیگ برتر هفته 25 برگزار می‌کنن. هوادار با زوباهن، آلومینیوم با نساجی، فولاد گلگار و پرسپولیس و پیکان بازی خواهند کرد. یکی از فیناله که استقلال داره همین بازی با سپاهان روز چهارشنبه است. حالا اگه شد بقیه بازی‌ها هم با هم دیگه هفته‌های باقی مونده رو مرور می‌کنیم، ولی چون خیلی وقتمون کمه ما فکر کنم کمتر از ساعتی وقت داریم، باید تون تون با هم یه آیتم ببینیم. از فوتسال شروع بکنیم، نفس جدید، روح جدیدی که توی فوتسالمون اومده و وحید شمسایی گفته می‌خوام این نسل جدید بسازم. تیمی هم که دعوت کرده همین رو نشون میده، آدم‌های جدیدن، بازیکن‌ها بجز 3-4 نفر بازیکن‌های جدیدین، گام اول خوب و محکم و درستایی برداشتن. فوتسال ببینیم با هم دیگه بعد برمیگردیم. فکر میکنم خیلی آدم ها واسه اولین بار دوره هم دارن جمع میشن توی این مسابقات به این شکل جا گذاشتن جای بازیکنان بسیار بزرگی در گذشته در تیم ملی فوتسال بودن و وظیفه بسیار سنگینی دارن. امیدوارم که پرچم جمهوری اسلامی رو ما فوتسال همیشه بالا باشه، تمام تلاشمون هم برای موفقیت این تیم میکنیم. بارم دعا کنم، شاگردشون داره میره سفر، شاگردشون داره میرن سفر، عضو کوچیکی هستم از خانواده بزرگ فوتسال، امیدوارم که بتونیم خیلی داری کنیم. دم همه دوستانم گرم که ما رو حمایت کردن و احتیاج به حمایت خانواده بزرگ فوتسال داریم. امیدوارم که بتونیم توی این مسابقات اونجوری که باید شاید از نام ایران دفاع کنیم، چون فوتسال ایران همیشه بالاست. خدا رو شکر توی جمع خورده خوبی داشتیم، زمان زیاد نداشتیم، ولی خب بچه ها آمادن و ایشالا میریم از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم، از مردم که بس همون مثل همیشه دعا کنند و بدونن که ما با تمام وجود واسه شون تلاش میکنیم. داریم میریم مثل همیشه دل مردم رو شاد کنیم، از همه مردم هم میخوام توی ماه عزیز دعا کنن که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و شادی رو به دل همه بیاریم.
بله امیدوارم که وحید شمسایی با تیم میتونم بگم جدیدش نتایج خوبی بگیره. ما سقف فوتسالمون رو فراتر از آسیا میدونیم، حتی اونقدی بهش بها نمیدیم، ما این جمله رو میگیم ولی اونقدر بهش بها نمیدیم، امکانات نمیدیم، ولی خب با توجه به درخشش بچه‌هامون تو سال‌های گذشته انتظار داریم که حتی تو چارتای اول جهان هم بتونیم باشیم. امیدوارم تیمی که ساخته و گفتم غیر از مثلا طیبی و سنگسفید و اینها خیلی از بازیکن‌ها جوان هستن بتونه موفق باشه هم تو آسیا هم تو رقابت‌های جهانی. یه نکته بگم راجع به اپلیکیشنی همیشه همراه فوتبال برتر هست، هم توی بازیایی که ما خدمت شما تقدیم می‌کنیم به صورت زنده، هم تو برنامه‌های تحلیلی با نظرسنجی‌ها با اتفاقات مختلفش همراه ما و شما هست. اپلیکیشن جامعه فوتبالی‌ها رو می‌تونید دانلود بکنید، یکو بفرستید به 1044-27. از تمام امکانات یه پیام رسان استفاده بکنید، تماس صوتی و تصویری و اتفاقات مختلف و تو نظرسنجی و پیش‌بینی‌های آیگپ هم شرکت بکنید. جوایزش رو دوستان من تقدیم حضور شما خواهند کرد. اما راجع به تیم ملی فوتسال من نتایجش میتونم بگم دیگه، نتایج تیم ملی فوتسال خدمتتون عرض بکنم که ما با مالدیو بازی کردیم و 17 هیچ مالدیو رو توی اولین بازی بردیم، یادآور اون برد تاریخی 17 تایی فوتبالمون جلوی مالدیو که موندگار شد. بعدش توی بازی بعدیمون 3 هیچ موفق شدیم ترکمنستان رو شکست بدیم که خب رقیبای خیلی سرسختی برای فوتسال کشورمون نیستن طبیعتاً، و 8-1 هم تونستیم قرقیزستان رو توی بازی سوم شکست بدیم. این مرحله مقدماتی رقابت هاست. یه گل خیلی خوشگله دیگه حسین طیبی زد جلوی قرقیزستان، شبیه اون گلی که برای بنفیکا به ثمر رسونده بود و اون گلش اصلا جهانی شد. این بازیایی که خیلی سختی نکشید تیم ملی فوتسالمون برای بردنشون، و گفتم که انتظار خیلی خیلی زیادی از تیم وحید شمسایی هست، امیدوارم که بهشون اونجوری که باید امکاناتو شرایط بدن. لقاءات لیگ قهرمانان آسیا داره پیگیری میشه، امروز هم نماینده فوتبال کشورمون آخرین بازی دور رفتشون رو بازی میکنن، یعنی هم سپاهان هم فولاد امشب بازیاشون رو برگزار میکنن. خدا رو شکر دیگه همزمان هم نیست دیگه، راحت میتونیم دو تا بازی رو ببینیم با هم دیگه. ولی الان بریم روز اول رقابت ها، جایی که سپاهان تونست حریف خودش رو شکست بده، باید میبرد و برد. فولاد هم این شانس رو داشت که بازی رو ببره مقابل استراماچونی، مقابل سعید عزت اللهی. رقابت جذابی بود برای ایرانی، خیلی هم خوب بازی کرد تیم جواد نکونام توی بازی اول، ولی خب با یه مساوی کار تموم شد. خب 4 از 6 خوب شروع کردیم روز اول رقابت لیگ قهرمانان رو، چند امتیاز از 6 امتیاز ممکن گرفتیم، ولی تو روز دوم میذاره کار سخت شد. اولونگا دوباره برای رشید مزاری گل زد و هرنان کرسپو تونست تیمش رو 3 امتیازی بکنه جلوی محرم نوید، که تمام تیمای اون گروه 3 امتیاز دارن. اونورم فولاد با گل به خودی احمد نوراللهی یکی چلو افتاد، یعنی کاملا ایرانی داشت بازی پیش میرفت، زمینی که مهدی قادی فکر کنم سکو بود این مسابقه. دو تا ایرانی داره تیم شعب الاهلی، یکی مهدی قادی یکی احمد نور، که احمد نوراللهی یه گل به خودی توپ خورد به پاش کمونه کرد رفت تو گل، یکی داشت فولاد بازی رو میبرد، ثانیه آخر برد و با تساوی عوض کرد. بله این آقایی که دیدید با موهای جویندمی همون هرنان کرسپو معروف هست که الان سرمربی تیم دوهل، تیمش هم خیلی پرستاره و قدرتمند. سپاهان عالی بازی کرد جلوش، یعنی موقعیت زیاد نزد سپاهان. جفت تیممون تا اینجا رقابت لیگ قهرمانان آسیا عملکرد خوبی داشتن، الان نتایج خیلی کاری ندارن ولی علاوه فرم فوتبال خوب فوتبال بازی کردن. روز سوم ما برد می‌خوایم از دو تا نماینده‌مون، امیدوارم که بتونن این کارو انجام بدن. اما دونه دونه بازی‌ها رو بچه‌ها میدن به ما می‌بینیم با هم دیگه. من نتایج خدمتتون عرض می‌کنم و اتفاقاتی که افتاده. اول فولاده، برنامه بازی فولاد رو ببینیم با هم دیگه. یه 0-0 با القرافه که خدمتتون گفتم با استراماچونی و سعید عزت اللهی، یه 1-1 با شعب الاهلی احمد نوراللهی و متی قائدی. امشب هم ساعت 21:45 دقیقه با حال بازی خواهد کرد، یا حال میگن خیلی از ترکمنستان، میشه 1-2-3 بعد 3-1-2 میشه بازی ها، چون دوباره باید با حال بازی کنه، بعد با القرافه بازی کنه سوم اردیبهشت ماه، و بعدش هم آخرین بازی خودش رو هفتم با شعب الاهلی امارات بازی خواهد کرد تا تمام بازی به صورت مجتمع برگزار بشه و رفت و برگشتش رو تمام بکنه تیم فولاد. جدول گروه فولاد هم که ملاحظه میکنید، القرافه با 4 امتیاز صدرنشینه، شعب الاهلی امارات و فولاد 2 امتیازی دوم و سوم هستن، و نماینده ترکمنستان با 1 امتیاز تیم چهارم جدول ردبندی. حالا همین شرایط رو برای سپاهان هم یه مرور کوتاه با هم دیگه بکنیم. نماینده شایسته فوتبالمون که موقعیتش رو دیدید تو بازی دوهیل، اگه گل میکرد راحت میتونست تیمو ببره، تیم قدرتمندی یعنی دوهیل رو. 3-1 پاختاکو رو برد تو بازی اول، هم 1-1 عقب رو 3-1 برد تا مقالو نشون بده که تو لیگ قهرمانان فوق العاده است. 1-1 به دوهیل باخت با گل اولانگا، و 45 دقیقه بامداد امشب با تیم از تعاون عربستان بازی خواهد کرد که تو بازی سختی، ولی سپاهان میتونه ببره. 30 دوباره بعد باید تعاون بازی کنه، دور برگشت رو شروع میکنه، دوم با پاختاکو بازی خواهد کرد و ششم با دوهیل بازی میکنه تا پرونده سپاهان هم توی دور گروهی بسته بشه.
تو جدول رده بندی هم همونطور که الان بچه‌ها دارن میدن شما ببینید، سپاهان و اتاوان و دوهیل و پاختکار همشون سه امتیاز، یعنی اتفاق عجیب این گروه اینه که همه همدیگه رو بردن، امتیازها تقسیم شده و جدول این شکلی شده که ملاحظه میفرمایید. این از رقابت لیگ قهرمان آسیا. گفتم چون امروز هم زمانمون خیلی کمه، من باید تونتون آیتم رو خدمت شما اعلام بکنم. بریم ببینیم. فقط یه دونه تماس تلفنی هم خواهیم داشت راجع به تیم ملی فوتبال کشورمون سعی می‌کنیم که با هم دیگه صحبت بکنیم. می‌خوام وارد فضای جام حذفی باشگاه کشورمون بشیم. بازی‌های جذاب، هیجان‌انگیز و البته پرحاشیه‌ای که داشتیم. یک چهارمای جذاب رقابت جام حذفی بچه‌ها مرور کردن توی بسته ای، توی یک دهه اخیر، توی 10 سال گذشته یک چهارمای جام حذفی خیلی خیلی بازی‌های هیجان‌انگیز زیاد داشته. بریم آیتم ببینیم آماده شیم برای دیدن مسابقات جام حذفی.
بله، این از بازیه جذاب و جالب یه دهه اخیر تو محلی یک چهارم نهایی رقابت جام حذفی. امسال هم داشتیم بازی جالب، صعود تیم خلیج فارس معاشر به عنوان نماینده لیگ دوی به جمع چهار تیم پایینی جام حذفی خیلی باحال بود. خیلی هم عجله داشتن، یعنی پنالتی ها تمام نشده بود، خوشحالی کردن بچه ها تو آبادان و اینا. بعد داور گفت آقا یه ذره زود علامه برگردید، یعنی یه پنالتی دیگه مونده بزنید، بعد تیم مثل رفسنجان رو تا از لیگ دو برن نیمه نهایی رقابت جام حذفی. اما دو تا لیگ یکی هم با هم دیگه بازی کردن، خیبر خرم‌آباد و مثل کرمان، جفتشون از شانسای اومدن به رقابت لیگ برترن. ملوان اوله، مس دوم، خیبر شانس داره و دو سه تا تیم دیگه. دو تا با هم دیگه بازی کردن، خیبر اصلا بازی رو جدی نگرفت، یعنی فراز کمالوند 12 تا بازیکن اصلیشو نگه داشت توی خرم‌آباد تمرین کردن، تیم دومشو فرستاد با مس بازی کردن، ولی مس تونست ببره و بیاد به جمع چهار تیم پایانی حذفی. اینو ببینیم، بعدش ببینیم دیگه سراغ بازی جنجالی استقلال نساجی. پرشورتر در ورزشگاه حضور دارن تماشاگران مثل کرمان، شوت از راه دوره بازیکنان خیبر خرم‌آباد. دو سه بازیکن تیم خیبر رو از پیش رو برداشت، حالا خدایی پرسرعت میتونه اونجا فیزی ضربه سر خودش رو بزنه و گل، گل برای مثل کرمان. یاسر فیزی چه سانتر رو میکنه این میلاد خدایی و چه ضربه سری رو میزنه یاسر فیزی. یک گل محشر، یک گل زیبا از سوی بازیکنان مثل کرمان، یک توپگیری عالی. ببینیم به چه شکل ضربه خودش رو میزنه، محکم ضربه خودش رو، و یک سوپر واکنش از دانیال اسلامی. چقدر خوب واکنششون داد روی این ضربه اسلامی. فرصت هست، پا به توپ، میتونه شوتش رو هم بزنه، میاره به عرض، توپ میرسه به کاظمیان، کاظمیان دروازه‌بان رو از پیش رو بر میداره و در نهایت یک ضربه کرنر میگیره. استارت‌های انفجاری اونها به این شکل که امین کاظمیان یک مدافع رد میکنه، فرصت و گل دوم به ثمر نمیرسه. اسلامی میزنه و پایان بازی، پایان بازی و صعود شیرین مثل کرمان. دوست دارین کدوم تیم باشه مرحله بعدی؟ برای ما زیاد فرق نمیکنه، ولی انشالله که حالا استقلال باشه بهتره. آره انشالله. آقای کمالوند خب بازیکن اصلیمون تقریبا 12 تاشون که خرم‌آباد موندن واسه تمرین دادن به اونا موندن خرم‌آباد که بچه‌ها تمرین کنن. سیاست آقای حسین خانی کادر فنی این بود که این جوونا جام حذفی ما رو جلو بیارن. خیلی خوشحالیم که این جوونا بازیکنهای آینده داره، در اصورت تیم مثل کرمان تیمو تا مرحله نیمه نهایی آوردند، بهشون تبریک میگیم. به این جوونای آینده داره کرمان، جوونای مثل کرمان فرق نمیکنه. این وقت که اونها صحبت کرده درباره مثل کرمان از امتیازات شد با توجه به عدم حضور تیم حریف یا حضور یه تیم جوان پوشی طلایی سهار بگو بسیار جوان جنوبی خودش در لیگ داشته و بعد از اونم که گزارش خبری از مرکز لورستان منتشر شد مبنی بر این ماجرا که حق خیبر این نیست و پایمال اصلا نمیدونم، ولی این اصلا برای ما، یعنی برای ما، برای مجموعه باشگاه مثل کرمان مخصوصا کادر فنی مهم نیست. من اصلا نخوندم.
بنر هواداری مثل کرمان هم دیدیم، فقط که الان گفته بود 9 امتیازش مثل کرمان. خب دو تا بازی که بازی نکردن جلوش، یه بازی هم با تیم جوانان امیدش به خاطر وضعیت خیلی بد تیم شانه بوشه بازی کرده بود، زده بودن کمال، من حرف خیلی بدی زدی به خاطر اون داستان متواضعه مثل کرمان. الان جدول لیگ یک هم اینجوریه که ملوان 56 امتیازی اوله مثل کرمان 50، خیبر 42، آرمان گوهر هم 42، پارس جنوبی 37. یعنی شانس داره همین دو تا تیمی که دیدید برای حضور تو قاتل لیگ برتر فصل آینده. یه نکته بگم بعد بریم وارد فاز بازی استقلال بشیم، چون کنفرانس الان داشتیم می‌دیدیم، از زمین اینکه این نسل جدید مربی جوانمون هم هستن، فرزاد حسین خانی، مازیار زاره، دو تا تیم صدر جدول رقابت لیگ یک رو دارن، اتفاق خوبیه. دیروز هم بازی سیتی رو دیدید با اتلتیکو یا نه؟ خب آخرش همه جور دعوایی داشت، دعوا از داخل زمین و فوتبالی تا کتک کاری توی تونل، ولی خب کنفرانس آقای گواردیولا رو بعدش ببینیم و همه مربیان لیگ برتر لیگ یک لیگ دو بشینن ببینن که به هزار شکل خبرنگارا اومدن سوال بکنن که راجع به این دعوای حرفی ازش بتونن بگیرن، یه کامنت، یه نظری راجع به تیم سیمونه، نحوه بازیش، دعوایی که شد، داور، هیچی. یعنی صد بار هی سوالر رو پیچوندن جاهای مختلف، آقا من اصلا نه راجع به داوری، نه راجع به تیم حریف اصلا سوال نمی‌کنم. گفتن آقا فیلیپ فودن گفته اخراج داره، کلش شکسته، داغون شده، گفتم صحبت نمی‌کنم. دعوا آخر بازی به سمت شما بطری آب پرتاب کردن، اصلا من حرفی ندارم. داور هیچی. اوایل فصل بگن آقا 4 تا مصاحبه ما از سرمربیای خوب جهان داریم، اینا رو میدیم شما الزاما ببین، یعنی مدارک که میاری پر کنی، کارت ملی و فلان و مدرک مربیگری، این 4 تا هم ببین شاید تاثیر گذاشت، 16 تا یکی هم تاثیر بذاره خوبه. میخوایم وارد فاز بازی استقلال نساجی بشیم، اول خلاصه بازی رو ببینید. اگه خاطرتون باشه درست بعد از این مصاحبه خدمتتون بودیم دوشنبه شب و یه کوچولو راجع بهش صحبت کردیم، الان دیگه حواشیشو بررسی می‌کنیم. بریم اول خلاصه بازی استقلال نساجی. کوریا قفوری ضربش رو میزنه و با عکس العمل زیبا علیرضا حقیقی توپ رو راهی کرنر کرد. یه اشتباه، فرصت برای استقلال، امیر حسین حسین زاده تک به تک با دروازه‌بان ضربش رو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. چه موقعیت رو از دست داد امیر حسین حسین زاده. پاسش اشتباه بود، جاشمالا خالی شده، مقطع ضد حمله برای نساجی میره که شرک بگیره، هردانی در مقابلش چشمی رو میبینه، خود صابر هردانی پا عوض میکنه، بازیکن موقعیت هست برای نساجی، میتونه ضربش رو هم بزنه، این کار رو میکنه که توپ به تیر دروازه برخورد کرد و به بیرون رفت. دا سیلوا یه ضربه بلند، یامگا پاس خوب برای حسین زاده، فرار امیر حسین حسین زاده، با سرعت بالای خودش حرکت میکنه، ضربش رو هم میذاره و یک عکس العمل عالی از علیرضا حقیقی. هردانی پاس رو میده و حرکت میکنه، آمانوف، صالح هردانی میتونه بفرسته برای دروازه، تو سر توپ میزنه بازیکن روی پای چپش، حالا میره رو راست، یه فرصت برای استقلال. چه توپی رو از دست داد عزیز بک آمانوف. آمانوف به توپ نرسید، منصوری به خوبی توپ رو کنترل کرد، بین دو نفر عبور کرد و برکت خودش ادامه میده، با اعتماد به نفسش رو از دست داد، این ضربه از راه دور. چه عکس‌العملی رو دیدیم از علیرضا حقیقی، چه شوتی زد امیر حسین حسین زاده. باز رو باز میکنه به سمت راست هردانی، چرخش خوب از این بازیکن، موقعیت برای استقلال، هردانی تو محوطه جریمه ضربش رو میزنه، تو به تیر دروازه برخورد کرد و در ادامه هم تبدیل به گل نشد. غلامی ارسال بلند، محوطه جریمه، خروج دروازه‌بان از دروازه، اعلام خطا، خطا، داور اعلام خطا کرد برای علیرضا حقیقی. مهدی پور، یامگا، پاس خوب، آمانوف، پاس عالی برای یامگا، موقعیت برای استقلال و این ضربه که
باز هم قدر این توپ رو نمیدونن. این بار کوین یامگا. ضربه حقیقی و این هم شوت پایان این دیدار و ضربات پنالتی که مشخص کننده تیم پیروز این دیدار خواهد بود. خب این از خود 120 دقیقه، یعنی 300 دقیقه استقلال نساجی با هم دیگه بازی کردن. البته نساجی هم پیرن قرمز میشه، حالا این یه دونه سورمه شو بچا انتخاب کردن. 300 دقیقه با هم بازی کردن تو لیگ حذفی، هیچ گلی نداشت. آخرش ولی بعد این بازی یه تیم برنده میشد دیگه. استقلال هم چند تا تغییر توی ترکیبش داشت، حالا به چند تا بازیکنش استراحت داده بود، یه جوره دیگه چیده بود، شاید فکر نمی‌کرد اینقدر کار سخت بشه. کمان که اینم بازم باید بگیم دوشنبه هم گفتم خیلی موقعیت ایجاد کرد استقلال، یعنی خیلی نزد. با تبریک به تیم نساجی که عالی مقاومت کرد، آخرش هم تو پنالتی بازیو برد، رفت تو نیمه نهایی. استقلال هم خیلی موقعیت گل ایجاد کرد توی مسابقه. ترکیب اصلیش یه ذره عوض شده بود ولی تونست باز موقعیت ایجاد بکنه، گل نزد. پنالتی هم که بره دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. علی حقیقی هم پنالتی گرفت، علی حقیقی که اولین باری که تو فوتبالمون هم شناخته شد به شکل درست حسابیش، پنالتی علی دایی رو گرفت تو بازی سایپا پرسپولیس و حالا هم تیمش رو برد به مرحله نیمه نهایی تا ساکت الهامی دوباره ببره توی مسابقات حذفی. خاطر خوبی داره از حذفی ساکت الهامی. نمودار جام حذفی به ما میگه که از اون سمت جدول آلومینیوم عراق با خلیج فارس بازی کنه. آلومینیوم عراقی که پرسپولیس رو برد، تو مرحله قبلی هم سپاهان رو برده بود. خیلی ها آلومینیوم اول سپاهان، بعدش پرسپولیس و حالا باید با خلیج فارس ماهشهر بازی کنه. خلیج فارس ماهشهر هم سه تا تیم لیگ برتری برده، یعنی ما دو تا تیم لیگ برتری داریم که سه تا تیم لیگ برتری نبردن. این جمله جدی میگم، فکت ها، یعنی شهر خودرو و فیصل پاسی تونستن دو تا تیم لیگ برتری رو ببرن ولی تیم لیگ دوی خلیج فارس ماهشهر سه تا تیم لیگ برتری برده. این بار هم مثل رفسنجان رو برد بعد از اینکه موفق شده نفت مسجد سلیمان رو ببره، هوادار رو هم شکست داده بود. استقلال هم نساجی با نساجی تونست ببره بره بالا، با مثل کرمان باید بازی بکنه. نساجی که اول گلگوهر سیرجان رو 3-1 برد، یعنی مسیر نساجی هم مسیر سختی بوده. دو تا تیم آلومینیوم و نساجی که از دیگه برتر اومدن چهار تای پایانی، مسیر سختی شد، تیمای شایسته این. دوشنبه سه شنبه هفته دیگه قرار شده بازی نیمه نهایی با دم واقعا سازمان لیگ گرم که به دوستان گفتیم آقا دوشنبه میندازید یه ذره قصه است برام، همه بازی‌ها رو میندازن دوشنبه. اوکی دست متشکرم از آقای سالم مهدی و همکارانمون که تک تک بازی الان دوشنبه سه شنبه است، اشکالی هم نداره. آلومینیوم عراق با خلیج فارس، مثل کرمان هم با نساجی بازی خواهند کرد تا تکلیف فینالیست رقابت جام حذفی مشخص بشه و فینال رو هم که تو همین ماه مبارک رمضان فکر کنم یکی دو روز قبل عید فطر میخوان برگزار بکنن تا بعدش بعد عید فطر دیگه مسابقات دیگه برتر رو شروع بکنیم. بریم پنالتی های بازی استقلال رو ببینیم و یه مقدار از هواشیش باید داوریش هم دیگه مفصل با هم دیگه بررسی بکنیم با نظر یه کارشناسمون. شما آشنا شدید روز دوشنبه ولی الان دیگه ذره کامل تر داوریش رو بررسی بکنیم. یامگا حرکت خودش رو انجام میده و ضربه اول رو تبدیل به گل میکنه برای استقلال. حرکت کلانتری میزنه و او هم مثل یامگا به راحتی دروازه رو باز میکنه. سوت داور حرکت جسد میزنه و خیلی خوب و راحت و مسلط ضربه پنالتی دوم استقلال هم تبدیل به گل میشه. مهداد عبدی میزنه ضربه رو و باز هم خلاف جهت حرکت رضایی مهدی بود و فیز زیادی رو هم انجام نداده این بازیکن. حالا ضربهش رو میزنه و خیلی خوب باز هم دروازه‌بان رو فریب میده. ضربه پنالتی سوم استقلال هم تبدیل به گل شد. غلام علی بیگی میزنه ضربه رو و باز هم گل. پنالتی چهارم استقلال حرکت عزیز بک آمانوف ضربه رو میزنه و چقدر بد زد. یه ضربه آروم و کمجون حقیقی تا لحظه آخر ایستاد و پنالتی رو گرفت. حساس
احساس نظری میزنه و خیلی راحت دروازه رو باز میکنه. علیرضا رضایی همه توپا رو فریب خورده و نتونسته جهتشون رو تشخیص بده. حرکت رمضانی خیلی خوب فریب میده دروازه‌بان رو. حالا همه امید استقلالی ها به دستان علیرضا رضایی هست. حامد شیری حساس‌ترین پنالتی این دیدار رو او باید بزنه. حرکت حامد شیری میزنه و تمام. برتری 5-4 نساجی در ضربات پنالتی در مقابل استقلال. خدا رو شد این دل این همه هوادار نساجی این همه خوشحال شد. تیمایی مثل نساجی، ملوان، تراکتور همیشه باید هوادارشون به ورزشگاه بیان و کیف کنن. واقعا کیف کردن با جون و دلشون، انگار یه دنیا رو بهشون داده بودن. مبارک تمام هوادارهای نساجی باشه. بازی خوبی بود، هر دو طرف اومدن برای برد. برد با الحمدلله با رنگ قشنگی به اسم نساجی انجام شد. نساجی امید شهر خسته، نفس من به نفست خسته، نمیذاریم این چادر رو تنها. اه به چقدر جو فوق‌العاده‌ای داره ورزشگاهی که تماشاگرای نساجی میان. حالا حیف که نمیتونن برن تو استادیوم خودشون بازی کنن چون آماده نیست استادیومه. هی میگن 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، فعلا خبری نیست. امسال هی رفتن این برنامه، رفتن مشهد بازی کردن، یه بازی رفتن اصفهان و انگار محل نیمه نهایی میخوان در تهران بازی بکنن تو استادیوم آزادی. و مطمئن باشید که 23,000 تا تماشاگر هوادار نساجی میان. انقدر تیم رو دوست دارن و مطمئن باشید که از هیجانی تکرمان کلی تماشاگر داره. تو همین بازی که با خیبر انجام دادن دیدید که تماشاگراشون چقدر اومدن تیمو حمایت کردن و به نظرم نیمه نهایی جذاب و هیجان انگیز می‌بینیم. این سمت جدول اونورم غافل نشیم از بازی آلومینیوم و تیم خلیج فارس ماهشهر که راجبش مفصل خدمتتون توضیح خواهم داد. بازم میگم برگشتن تماشاگرا به استادیوم اصلا همه چی خوشگل‌تر کرده، جدا از اینکه بازی زیباتر شده، حتی آیتم‌هایی که بچه‌ها می‌گیرن به نظرم رنگش فرق کرده، خوشگل‌تر شده، هیجان انگیز تر. میمونه مصاحبه های پایان بازی استقلال نساجی تا بستش رو با هم دیگه ببندیم و بریم سراغ داوریش. استقلالی‌ها معتقد بودن نساجی تو این بازی، حالا خصوصا چند تا بازیکنش، وقت تلف میکنن. آیا درسته؟ خب ببینید، قطعا من خودم به همکاراتونم گفتم، چند تا از بچه هامون قبل از بازی، من خودم هم یه مسئولیت جزئی داشتم، کریم اسلامی، حسن نجفی، اکبر صادقی، همه بچه هایی بودن که با کشیدگی جزئی و گرفتگی جزئی همسترینگ امروز اومدن بازی کردن. اگرم افتادنی اتفاق افتاد قطعا برای به خاطر برخلاف کردن نبودش. یه صحنه استقلال به گل رسید، به نظر میسید آرمان رمضانی تو شارژ کرد، درسته؟ اون صحنه فکر کنم خطا شد کاملا، چون من اصلا یه چیزی به زانوم خورد، قشنگ زانومم درد گرفتم. این الان حالا دقیقا تو جو بازی بودم، زیاد متوجه نشدم، باید فیلمش رو ببینم چه جوری شد. هواداره استقلال برخورد بدی بود داشتن. یه لطف دارن استقلالیان، ما جون نساجی بودیم، میگم اگه استقلال بود لباسمون عوض بود، استقلال بود شک میکنه اینو پنالتی میگرفت. آخه نمیخوام زیاد راجع به داوری صحبت بکنم، ولی خب صحنه گل آرمانو ما 10 بار 20 بار دیدیم، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. من نمیدونم آخه آهی داور چی دید؟ این دیگه در توان بازیکن و کادر فنی نیست، چون واقعا یه سری مسائل واقعا پشت پرده است. اینکه ما دیروز تو بازی
من احساسم این بوده، شاید اشتباه، اصلا درست نیست صحبت میکنم، ولی من احساس میکنم که داور دنبال یه صحنه میگشت که پنالتی بگیره. دیروز تو بازی داور، من احساس میکنم امروز دقیقاً احساسم برعکس این بود که دنبال یه چیزی بود که اگر تو به ما هم رفت تو گل، به قول معروف گل مردود اعلام کنه، چون ما این بازی پنالتی بعد برامون گرفته میشد. حالا اینکه سری بیان بگن آقا یه صحنه هم اینور بود، آقا بحث کلیو نگاه کن شما، باش اگه پنالتی بوده کارشناسا میگن آقا پنالتی بوده، شما بحث کلیو نگاه کن، گلر حریف برده به بازیکن خودشون، یار ما بلند شده زده اصلا با فاصله 2 متری. بعد من الان دوستانتون گفتن گل اعلام کرده داور، بعدش به قول معروف خطا گرفته. خب معلومه اصلا این داستان دیگه واقعا توی زمین نیست. یعنی قاطع ترین نظری که میتونم از اول لیگ تا الان در مورد یه صحنه بدم همین صحنه بوده. 100% مطمئنم صحنه هند بوده، من پشت اون توپ بودم، یعنی اگه بازیکن تیم حریف هند نمیکرد توپ به من میرسید و برگشتم به داور دارم اعتراض میکنم. داور بهترین پوزیشن رو نسبت به توپ و بازیکن داشت، مستقیم داشت میدیم. نمیدونم واقعا این میتونه طبیعی باشه، نمیتونه، واقعا عجیب بود. کل بازی 120 دقیقه حاکم میدان و زمین بودیم، 5-6 تا موقعیت گل داشتیم. بعد از اینکه بازی در 120 دقیقه یکیش تموم شد، ضربات پنالتی رو زدیم و در ضربات پنالتی هم که میدونی خب همیشه 50-50 و تیم نساجی تونست پیروز بشه. فقط از کمیته داوران یه خواهش دارم که لطفاً یه لیستی رو به ما بدن، چون از هفته پیش ما تمرینات ویژه‌ای رو انجام دادیم، پلنای مستیادی رو طراحی کردیم برای بازی های 10 نفره، بازی های 9 نفره و حتی 8 نفره، ولی دیگه پیشبینی میکردیم که بازیکنم گل سالم بزنه داور نگیره. الان هم همه این کارشناسایی که با فدراسیون فوتبال کار میکنن همه میگن تصمیم داور درست بود، بقیه میگن نبود. اصلا جالبه، داوری که دهه 80 خودم فوتبال بازی میکردم شیتیل گرفته بود، بازی رو در آورده بود، محرومش هم کردن، الان ارتقای مقام پیدا کرده و تو کمیته میاد تو تلویزیون. من نمیدونم با چه رویی میاد تو تلویزیون نظر کارشناسی میده. درسته ما شانسیز، ما اصلا گلرمون دوبار هم زمین نخورده طول 120 دقیقه، بعد هم موقعیت همون استفاده میکردیم نکردیم، مسئولیت باختم با منه. ولی دیگه وقتی گل، اگه این گل آرمان خطا باشه، من اصلا یعنی دیگه مربیگری نمی کنم. من نمیدونم واقعا، چیزایی میشنوم که واقعا باورم نمیشه. آخه یعنی این فوتبال مگه چقدر ارزش داره؟ مربی لیگ برتری در به در دنبال اینه که کمک داور استقلال رو بچینه. من اصلا یعنی موندم، یعنی چه قیمتی؟ حرفم میزنی میگم مجیدی بهونه میاره، نه من هیچ بهونه نمیارم، مقصر باختم منم، از هوادارام عذرخواهی میکنم، از بازیکنانم ممنونم، فوق العاده بودن، ان شاء الله تو لیگ برای استقلال جبران میکنم. باید واقع بین باشیم، از اینی که جانانه دفاع کردیم و موقعیت آنچنانی ندادیم به استقلال خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. یه بازی تاکتیکی بود، شما تعویضا رو ببینید قشنگ متوجه میشی که این بازی چقدر تاکتیکی بود. و چیزی که برام خیلی مهم بود این طرفدارامون بودن که حداقلش الان با دل شاد و روحیه خوب برمیگردن به شهرشون. که بازیکن‌های یعنی تیم حالا کوچیک‌تر یا ضعیف‌تر دائم در طول بازی خودشون رو مینداختن زمین. یعنی شما خودتون فکر می‌کنم که 5-6 مورد این اتفاق تو بازی امروز افتاد. شما خودتون می‌پسندین این سبکو؟ ببینین من نمی‌دونم، من اولش گفتم سوالات دو تا 5 ما دیگه میریم جام جهانی یا 6 ما دیگه میریم جام جهانی. ولی منظور من این بود که نه، تیمای ضعیف‌تر، اولا ما تیم ضعیفی نیستیم، ضعیف بودیم استقلال رو نمی‌بردیم. سوالتون خطی دوما، ما هر بازیکنی که خورد زمین تعویضش کردیم. خب راجع به کنفرانس‌ها که میشه موسط صحبت کرد، ولی نکته‌ای ندارم، فقط آقای الهامی که گفت موقعیت خاصی ندیدیم، موقعیت خاصی دادید، موقعیت زیاد دادید ولی گل نکرد استقلال. ولی خب همونجوری که گفتن مهمترین نکته این بود که بازی جذاب و هیجان‌انگیز رو دیدن بیننده‌هامون و آخرام تو پنالتی‌ها خب بالاخره مشخص شد تیم ضعیفی هم اصلا نیست نساجی. حالا الان ساکت اشاره کرد، اگه ضعیف بود که تا 4 تا نیمه نهایی اصلی نمی اومد. یه آماری هم ما نیم فصل رفتیم فکر کنم بچه‌ها از لحاظ تساوی توپ تو تک تک بازی‌ها نساجی نساد حریفش نیم برتر بود.
تنها تیمی که این فصل تونست از سپاهان بیشتر مالکیت داشته باشه، چون سپاهان خودش تیمیه که از لحاظ مالکیت عالیه شرایطش، تنها تیمی که تونست مالکیت بیشتری داشته باشه از سپاهان تیم نساجی بود و نشون میده که تیم با کیفیتیه. داوریشو میخوام ما هم دیگه ببینیم مفصل دیگه، نظر سه تا کارشناسمون هم هست. بچه‌ها بریم از صحنه اول شروع بکنیم. پنالتی برای استقلال، آقای مظفرزاده گفتن خطایی نیست. موزیکمون هم بیاد. ادامه بازی علی خسروی و ادامه بازی نظر آقای حسین زرگر هست. غلام علی بیگی و عارف غلامی اونجا درگیر هستن که عارف میره رو هوا میاد پایین ولی خطا نیست. اینجا چی؟ خطا نبود، نظر آقای مظفری زاده است. ادامه بازی نظر آقای خسرویه. ادامه بازی نظر آقای زرگر. پنالتی برای نساجی روی کریم اسلامی، بی احتیاطی مدافع، پنالتی، نظر آقای مظفری زاده است. برخورد بود ولی خطا نه، این نظر آقای خسروی، خطا نبود. دایو دو تا کارشناسون گفتن این خطا نیست. یه بار دیگه صحنه رو ببینیم. اولا ممنونم از همکاران به تصویر به این خوبی و با این کیفیت و انقدر در واقع بسته اتفاق ما داریم. عارف غلامی و کریم اسلامی یه لحظه افتاد زمین، کریم اسلامی دوباره بلند شد با عارف درگیر شد، داور دو متری صحنه است و این صحنه به نظرش پنالتی نمیاد. شاید خود کریم اسلامی بودن باعث شد تا این صحنه پنالتی نباشه. کریم خیلی در واقع حساسه، تا نزدیکش میشه میخوره زمین. خیلی هم بازیکن خوبی، البته تیسود دارم آواخته. خطای مهاجم روی دروازه‌بان، خطای هردانی روی علیرضا حقیقی اعلام شد. آقای خسروی، آقای مظفری‌زاده و آقای زرگر خطای مهاجم رو تایید میکنن که بعدش آرمان اومد ضربه زد که دیگه بازی متوقف شده بود. اینجا چی؟ خطای مهاجم استقلال. آقای مظفری گفت اصلا خطا نی، ادامه بازی، اینو هرچی خطا گرفت. آقای خسروی هم گفتن ادامه بازی، یعنی حامد شیری پنالتی نمیکنه، آرمان رمضانی هم خطا نمیکنه. آقای زرگر هم میگن اشتباه بود این خطایی که اعلام شد، باید ادامه بازی میداد. یعنی این صحنه توی محوطه جریمه تو 6 قدم. آها، این صحنه ای که عارف غلامی داشت راجعش صحبت میکرد. پنالتی نه، نظر آقای مظفرزاده است. همون صحنه که عارف میگفت من قاطع ترین نکته که میتونم به دست خورد ولی هند نیست. دست شاهین طاهرخانی، دست تو شرط تایی بود، هند نیست. سه تا کارشناس هم گفتن این صحنه پنالتی نیست، با عذرخواهی از عارف غلامی که الان داره نگاه میکنه. دیگه نظر کارشناس هم بود. اما صحنه بحث برانگیز مسابقه، از اول ببینیم گل به درستی مردود اعلام شد یا نه. نظر آقای مظفری‌زاده، جاگیری خوب داور و اعلام خطا، نظر آقای سعید مظفری‌زاده است. آرمان مدافع هل داد، خطا است. خودتون هم میتونید ببینید، یعنی بیننده هم بستش رو ببینن، تصویر آرمان، امیر جان ملکی رو هم ببینن و علیرضا حقیقی رو. سه تا کارشناس هم گفتن با دو دست هل داده و خطا است و گل مردوده. جاگیری خوب داور. تمام؟ تمام. این کارشناسی بازی استقلال بود. کارشناسی داورش خیلی حرف و حدیث و نکته هم زیاد داشت. یه نکته هم بگم راجع به هند. هند موقعی که سمت مهاجم اتفاق بیفته، این نکته رو با علیرضا فقانی داشتیم صحبت می‌کردیم سر بازی رئال و چلسی که توپ خورد به دست آلونسو گل شد، به دست مهاجم به هر شکلی، حتی دست مهاجم در شرایط طبیعی باشه بخوره و همون توپ مستقیما گل شه، یعنی خودش همون لحظه بزنه توی دروازه یا با دست بخوره بره تو گل. آلونسو خورد به دستش، اومد جلو پاش زد تو گل. هنده، ولی اگه ضربه بعدی گل بشه، یعنی اکت بعدی گل بشه، یعنی پاس میداد یکی دیگه میزد، اون صحنه چون دستش تو حالت طبیعی بوده هند نیست. اینم راجع به مهاجم. این از تصاویر داوری که گفتم حرف و حدیث هم خیلی زیاد داشت و حاشیه هم همینطور. بگذاریم بریم مسابقه ساکت الهامی رو ببینیم که هر زیاد خورد توی این مسابقه. هم تو رابطه جام حذفی عملکرد خیلی خوبی داشته با تراکتوران که خاطرتون هست، خاطرات زیادی رو خلق کرد برای هواداری تراکتور. بریم صحبتش رو یه 4 دقیقه ببینیم با هم دیگه. ساکت الهامی سرمربی نصیر. آقای الهامی عزیز سلام، وقتتون بخیر. پارسال شما
اومدید ناجی نساجی شدید، تیممون تو لیگ برتر، ولی امسال فکر کنم اتفاقات خیلی خوبی براتون بیفته. تو این چند هفته هم نشون دادید اینو. ببینید ناجی چه نه بچه‌ها، بیشتر از این که من بخوام به بچه‌ها کمک کنم، بچه‌ها به من کمک کردن. بیشتر من مربی بهتری شدم، بیشتر از من بچه‌ها زحمت کشیدن، چون اونا بودن نشون دادن که بچه‌های توانمندی هستن. شرایط روحیشون شاید خوب نبوده و به نظر من تو این 13 بازی آخر فصل که با هم بودیم، یکی از فصل‌های خیلی خوب برای من بود که بچه‌ها برای من سنگ تموم گذاشتن و فکر می‌کنم از این راضیم که و بچه‌ها برای من معرفت رو تموم کردن. معمولا کنار زمین با کت و شلوار ندیدیم اتون، حالا بیشتر اسپورت می‌زنید و کت و شلوار مال بازار و کارمندا و رئیس و اساس. ما چه رئیس نیستیم، ما بغل خط همیشه همون، یکی تای خط یکی بغل خط، اینا مال بچه های پایین شهره، ما پایین شهری تیم میزنیم. ماشاءالله با این اکتیو بودنتون هم نیازه که یه خورده راحت تر باشه لباس من ازم کنار خط. اینجوری که نیستم اینجوری راحت تر هم من واقعا راحت تر. آقا تا حالا شده بازیکنی یا کتک بزنی؟ نه، از این شوکا که اکبر آقا میساقیان معمولا میداد. نه اصلا بازیکنها، من همیشه بازیکنامو همیشه صادقانه میگم، برای خودم مثل برادرام مثل رفیقام. من اصلا چیزی به اسم مربی رو قبول ندارم، مربی باید رفیق بازیکنش باشه. دوره این حرفا تموم شده، تو کار من تصمیم میگیرم ولی تو همونجا هم رفیق، ولی چیزی به اسم این که شاگرد باید هر چیزی که مربی میگه، نه. خیلی جا بازیکنها حق اینو دارن که با هم بتونن شوخی بکنن، به جز زمین که بیشتر از همه خودم باهاشون شوخی میکنم. آقا کدوم بازیکن بیشتر از همه حرف گوش میده تو تیمتون؟ هیچ کدوم. و کدوم بازیکن از همه بیشتر دوست داری؟ نمیشه اینو گفت، همه‌شون رو دوست دارم. خیلی خیلی ها بچه ها رو دوست دارم. شما سیرتورشی 7 ساله رو بیشتر دوست داری یا 2 ساله رو؟ هر دوتاش خوبه، ولی اون که 7 ساله یه طعم دیگه داره. 7 ساله هم اینجا زیاده معمولا. آخه مونده 7 ساله مال خودت باشه، امکان داره بیرون هم باشه. تو یه نفر بیار یه سیرتورشی 7 ساله خیلی خوب بهت بده، خیلی شیرین باشه، مثل حامد شیرین. یه سیرتورشی 7 ساله ایه که خودم چیز نکردم، ولی سیرتورشی 7 ساله. آه خیلی ممنون. خب خسته نباشیدم میگم به همکارام تو پخش شبکه 3 و متشکرم که فوتبال برتر رو نگاه میکنید. ما توی ماه مبارک رمضان دوشنبه و پنجشنبه خدمتتون هستیم. پنجشنبه 4 تا 6 حدودن و دوشنبه هم که سر جای همیشگیمون خدمت شما خواهیم بود، چون کوتاه‌تره برنامه دوشنبه هامون. پنجشنبه هم بقیه بخشا رو تقدیمتون میکنیم. راجع به نساجی مفصل صحبت کردیم. سه شنبه بازی خودشو توی نیمه نهایی برگزار میکنه، نیمه نهایی حذفی، بازی تاریخی برای مثل کرمان و نساجی مازندران برای رسیدن به فینال رقابت‌های جام حذفی. بازی هم تو استادیوم آزادی قراره که برگزار بشه و اینکه حالا کلی تماشاگر از مازندران قراره بیان. با اتوبوس گذاشته خود فرمانداری و اونم استانداری و اینها، نزدیک 30000 نفر 20000 نفر شاید بیارن برای استادیوم آزادی. کرمان هم همینطور، یعنی تیم مثل کرمان هم قراره که هواداری خودش رو به تهران بیاره. حالا سهمیه بندی های دقیقش و تعداد تماشاگری که میتونن دو تا تیم داشته باشن اعلام میشه و اینکه فکر کنم یه روز هیجان انگیز رو ببینیم در استادیوم آزادی. تو نیمه نهایی حذفی یه تیم از مازندران با یه تیم از کرمان تو استادیوم آزادی قرار بازی بکنن، ولی بازی هیجان انگیزی خواهد شد. اما یه تیم شگفتی ساز، میتونیم بگیم شگفتی ساز این دور از رقابت‌های جام حذفی، تیم خلیج فارس ماهشهر از لیگ 2 درو کرد تیم‌های لیگ برتری رو، سه تاشون رو، و الان در نیمه نهایی حذفی. یه گزارشی گرفتن دوستانمون آقای رجبی از خوزستان، رفتن سر تامینشون رو صحبت کردن. اصلا ببینیم چه حال و هوایی داره تیمی که امکاناتش هم بسیار بسیار کمه و جالبه توی معاشری که این همه پتروشیمی داره و این همه شرکتایی داره که چرخش مالی خیلی خیلی زیادی دارن، هیچکدوم انگار حواسشون خیلی، یعنی هیچ کسی خیلی حواسش به این تیم دوست داشتنی نیست. تیم الان تو چهارتای پایانی جام حذفی. بفهمید Hey!
شک نکنید که از ما شما اگه همین امروز که تشریف آوردین بچه‌ها رو ببینید شکل تمرینشون اینو داره صحبت میکنه، داره میگه که ما اومدیم قهرمان بشیم و به جز به قهرمانی چی فکر نمیکنم. فوتباله، ما وظیفمون تمام تلاشمون رو کنیم تا هر اتفاق میاد، ولی حتما هدف داریم، هدفمون قهرمانی. حالا خیلی ها میتونن اینو به شوخی و کنایه و مسخره بگیم، ولی مطمئن باش ما تمام تلاشمون میکنیم و شکل تمریناتمون به سمت و سویه که قهرمان بشیم. مردم دستشون درد نکنه، واقعا دست تک تکشون رو میبوسم. مردم ماشر همشون با شرف، با غیرت و با تعصب تا الان هر روز برام هم پیام میفرستن. واقعا تشکر میکنم. انتظار دارم از مسئولین مثل پارس جنوبی ما رو حمایت بکنن. واقعا احتیاج به یه استادیومی دارن در شأن و شخصیت و جایگاه بندر ماشر. این دو تا عزیز از زحمت کشار مدارکات‌های تیم هن، آقای عثمانی که کرولال، از اینا که واقعا همیشه شبانوزی کنار تیم زحمت، یا آقای خوبیشابی هم که خودش، خانوادهش، ماشینش، همه و همه و همه بار تیم بیرون گردن آقای خوبیشابی. و من به نوبه خودم از هر دوتایشون تشکر میکنم. مرسی از دوتا. بازه بعدیش با اینه، آلومینیوم عراق. باریکلا. بعد چند میشه پیش بینی هم میکنی؟ بازیش یکیچ میشه. بعد از اون بازی دیگه ما فقط فکر فینال رو داریم و انتظاری که از تیم داریم و انتظاری که از بازیکن‌ها داریم که انشالله انتظارات طوری که رفته بالا فقط در حد فینال میشه اشباع کرد این انتظارات رو و مردم فقط این انتظار رو دارن. یعنی فینال قهرمانی نمیخواید؟ یعنی فینال دیگه قهرمانی استاد. ما برسیم فینال که دیگه وقت فینال که قهرمانی راضیتون میکنه. بله بله 100%. ماشر پتانسیل بالایی داره از بابتی که به خاطر شرایط صنعتی که داره مردم از سرتاسر مملکت عزیزمون میان اینجا و استعدادهای ویژه تو زمینهای مختلف داره، تو زمینهای متفاوت، تو رشتهای متفاوت ورزشی، به صورت خاص تو فوتبال، چون فوتبال خاص خوزستانه. و هر بچه بین پرسپولیس و آلومینیوم فرقی بود براتون؟ حریف نیمه نهاییتون کدومشون باشه؟ دروغ که نمیشه گفت، دوست داشتیم پرسپولیس باشه، ولی خب دیگه حالا که من میگم فرق داره، شما میگه آره بهتر آلومینیوم. از من خدای دوست داشتیم با پرسپولیس باشه، ولی خب مثلا دیده بشه بازیتون رو پخش ما هر کی باشه حقیقتا نمینه، ولی خب شخصا دوست داشتم واقعا بخوریم به یکی از تیمای پایتخت نشین یا استقلال یا پرسپولیس بتونیم شبکه 3 پخش زنده بازی کنیم، ولی متاسفانه قسمتشون نشد بخورن به ما. اونا قسمتشون نشد، ما دیگه زودتر اومدیم. خب اونا بعد می اومدن. بچه خاطره دارید از این پروسه که تا اینجا اومدید؟ تیمایی که باشون بازی کردید مثلا حالا دست کم بگیرند کن؟ والا همین بازی قبل مثل رفسنجان بود که بازیکناشو خیلی از بالا به ما نگاه میکردن، با حالت مثلا تمسخر با ما صحبت میکردن، حتی آخر بازی نشون دادیم که کی سطحش بالاتر. قشنگ یه کوری خوندی ها. اول بازی خیلی واسه ما کوری میخوندن و سطحشون رو بالا میدونستن، پاهاشون گفتم ما از این پاها میلیاردی در آوردیم، میلیاردی پولشونه، آروم بازی کنیم. واقعا همینطور بود. فامیلت کامل بود؟ پسفند داره؟ پسفند که زیاد داره، من به کتابی میشناسنم، ولی خب پسفندمون کتاب قلعه حاجی علیه. کجایی هستی آقای کتابی؟ حاجی قلعه چی؟ قلعه حاجی علی. قلعه حاجی علی. من بچه اندیمش هستم، ولی خب بدین اومده یکی از روستاشون. البته روستای اندیمشکا. گفتم هیکلت مثل کیه بگو اینا؟ جردان شقیقی. بهت گفتن؟ بله چند نفری گفتن. هم قدرتی هم چپا و یه خورده ریزنقش هم هستی. لطف داری شما. کار میکنم، مطمئن بودم که میبرید چون خواستید، چون با شرافت کردید، زحمت این موضوع زحمتون هم به نوبه خودم. از سایی وقت تشکر و انشالله فردا استراحت پس فردا. خب ممنونم از بچهای باحال تیم خلیج فارس ماشر، آقای رجبی خودمون و آقای حمید حمودی که خیلی کمک کردن. یعنی تا بتونیم تقدیمتون بکنیم. یه نیمه نهایی هیجان انگیز دارن، یعنی نیمه نهایی رویایی با آلومینیوم عراق. ببینیم به روند شگفتی سازیشون ادامه میدن یا آلومینیومی که تو راه رسیدن به اینجا تیمای بزرگی رو حذف کرده میتونه به فینال رقابت هم برسه. سه شنبه و دوشنبه و سه شنبه هفته که میاد تکلیف فینالیست
شما هستی هم مشخص میشه. آقای کامرانی فر پشت خط ما هستن، دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال. میخوام چند تا سوال ازشون بپرسم راجع به اتفاقات تیم ملی، بحث در واقع بازی های دوستانه ای که ما صحبتش از روز قرعه کشی کردیم. فیفا دی ها رو نباید از دست بدیم، یا روزهای فیفا درست تر بگم، تک تک اینا باید برنامه‌ریزی بشه و مسابقات دوستانه خوبی براشون در واقع از همین الان هماهنگ بشه. ببینیم چیکار کرده فدراسیون تا اینجا. دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال آقای کامرانی فر سلام، وقت شما بخیر. پشت خط نیستن هنوز. بسیار عالی. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما نزدیک‌ترین جام جهانی به خودمون رو می‌خوایم تجربه بکنیم. قطر منظورم علاوه جغرافیاییه. و خب کیش هم قراره که کارهای زیادی توش انجام بشه. چند وقتی هستش که خیلی‌ها دارن زحمت می‌کشن، تلاش می‌کنن تا بتونن از این در واقع اتفاق بزرگ جام جهانی هم بتونن یه کمکی بکنن، هم استفاده‌ای بکنن، هم رویداد بزرگی باشه برای کسایی که هستن به عنوان گردشگر توریست، می‌خوان برن استفاده بکنن، بازی‌ها رو ببینن. سعی می‌کنیم یه بخشی رو پخش بکنیم راجع به تلاش‌هایی که تو این چند ماه شده برای داستانه مربوط به منطقه آذربایجان. آقای کامرانی فر سلام، وقت شما بخیر. منم سلام می‌کنم خدمت شما جناب میساقی عزیز و همچنین بینندگان خوب برنامه شما، در خدمتتون هستم. سلامت باشید. من چند تا سوال از شما خیلی سریع بپرسم. اول راجع به سرمربی تیم ملی، شما یه مصاحبه کردید راجع به جانشینای احتمالی آقای دراگون اسکوچی صحبت شده بود و سایت‌های مختلف. توضیح میدید داستان چی بوده؟ اصلا این خبر از کجا میاد؟ این که خبر از کجا میاد و شاید من نتونم پاسخ بدم، اما چیزی که مشخص است سوال هم نظر فدراسیون فوتبال، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به این هستش با توجه به نتایجی که به دست اومده و همچنین شرایط تیم ملی، آقای اسکوچی سرمربی تیم ملی ایران خواهم بود انشاءالله تا جام جهانی، باید برنامه‌ریزی کنیم. تو شرایط فعلی یک سری صحبت‌ها و یک سری مطالبی که مطرح میشه واقعیت نداره و شاید که شرایط فعلی همه باید با هم دست به دست هم بدیم و شرایط رو آماده کنیم. آقای اسکوچی هم داره برنامه‌هاش رو آماده می‌کنه، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. انشاءالله بتونیم در دو تا فیفا دی برنامه‌ریزی کنیم، بازی دوستانه رو برنامه‌ریزی کنیم و انشاءالله بتونیم حضور موفقی در جام جهانی داشته باشیم. درسته. خب میگید این بحث حمایت عملیش میشه، عملیاتیش میشه مثلا بحث قراردادهای دستیاراشون. نمی‌دونم قرارداد خودشون و دستیاراشون الان تو چه شرایطیه؟ قرارداد خودشون خب قرارداد دارن تا انتهای جام ملت‌های آسیا و قراردادهای همکاراشون به دلیلی که بعد از بازی آخر ما برگشتن به کشورشون، دو نفر از مربیان خارجی و دیگر عزیزان توی اولین فرصت قراره که نشستی برگزار بشه، ایشون همکاراشون رو معرفی کنن و انشاءالله بحث قرارداد همکاراشون هم شروع خواهد شد. زمینه که به حال ما در خرداد فیفا دی رو داریم، مطمئنا تا قبل از اون تمام این برنامه‌ریزی در مورد همکارایشون قراردادها و تمام اینا نهایی خواهد. دستیار ایرانیشون چی؟ دستیار ایرانی هنوز در مورد دستیارشون صحبتی نکرده، اما صحبتی که انجام شده کلی که با همون ترکیب قبلی ادامه خواهند داد. با دستیار قبلی ادامه خواهند داد؟ بله، صحبتی که تا این لحظه بوده ای بر این مبناست که ایشون با دستیار قبلی هم قرارداد نداره، یعنی وحید هاشمی کریم باقری هم قرارداد نداره. در حال قرارداد این عزیزان غیر از آقای اسکوچی تا ده فروردین در همین ماه بوده و بعد از اون باید قرارداد جدید برای کمک مربی ها انعقاد بشه و کارش انجام بشه. منتظر اولین نشست هستیم بعد از برگشت دو نفر از کمک های ایشون به ایران. به معنی برگشت این کمکشون و دیگر عزیزان حتما تمام قراردادها و تمام مواردی که باید انجام میشه انجام خواهند. آقای کامرانی فر، بازی دوستانه ای قطعی شده تا اینجا برای تیم ملیمون؟ قطعی نه، من اعلامم کرده بودم قطعی نشده. ما در رایزنی صحبت هستیم و با چند کشور صحبت کردیم، تقریبا میشه گفت به مرحله نهایی رسیده، اما قطعی شده مدینه نشده. منتظر بعد از اینکه خب ما مراحل اولیه پیش بریم، پیشنهادات رو گرفتیم، داریم بررسی میکنیم، به حال نظر نهایی آقای اسکوچی سرمربی تیم ملی خواهند داد که با کدوم که از اینها وارد هم تیمای یعنی قدرتمندی هستن دیگه. یعنی حالا اسم نمیدونم، اسم تیمو میتونید بگید که دارید مذاکره میکنید؟ حالا وال نیوزیلند هم بچا بندازم بنش من توضیح بدم. میدونید با توجه به شرایطی که به احتمال فراوان اردوی تیم ملی ما در قطر خواهد بود، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم تیم‌هایی که همزمان در قطر هستن در اون ایام فیفا دی بتونیم با اونها بازی کنیم،
خب بعد تیمای چند تا تیم در قطر حضور دارن در اون ایام داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم همینجوری که اعلام هم کردیم در حال خیلی دوست داریم. خب آخه نه این چند تا تیم های کامرفا کلا چند تا تیم پلی‌آف می‌زنن در قطر، پلی‌آف آسیا و پلی‌آف منطقه اروپا رو بازی می‌کنن. یکیش مثلا نیوزیلند، این رنک در واقع نیوزیلند 100 خورده‌ای رنکینگ فیفا است و با تیمایی که بازی میکنه معمولا با پاپواگینو و فیجی و نیوکالدونیا اینا بازی میکنه. جزایر سلیمان چون تو منطقه تیم قدرتمندی نیست، ما با تیم رنک 100 جهان که نباید بازی کنیم. شما درست میفرمایید، ولی در شرایط فعلی بعضی شاید ما در انتخاب یکم محدودیت داریم به دلیل هم منابع مالیمون و هم شرایطی که داریم، اما خب در کنار نیوزلند تیم های دیگه هم هستن. خب حالا با ما با اوروگوئه هم یه صحبتی کردیم، با کره صحبت کردیم و بتونیم ان شاء الله دو سه تا تیم دیگه هم هستن به بعد که نایب بشن حتما اعلام خواهیم کرد. اما تمام اینا منوط بر نظر آقای اسکوچی سرمربی تیم ملی خواهد بود که با خودم یکی از آره من به خود آقای اسکوچی هم اینجا گفتم چند تا تیمای آسیایی هم اعلام آمادگی کردن که بتونیم با اونها هم بازی کنیم. به حال انتخاب نهایی با سرمربی آسیایی الان فقط ژاپن و عربستان به نظرم تو سطحی است که میتونه به تیم ما کمک بکنه. فقط حالا استرالیا و امارات که بعد پلی آف بازی کنن. به خود آقای اسکوچی هم گفتم تو رو خدا نترسید از بازی دوستانا. حالا من خودم شاید چشش میترسه آقای کامرانی فر، ما با ایویچ رفتیم فکر کنم 7 از 7 خوردیم بچا. اصلا روز قبل بدنسازی کرده بودن، صبحش نمیدونم چند تا صد متر دویده بودن، قرار نبود برای نتیجه بریم، رفتیم 7 خوردیم ایویچ رو برداشتن. خب ممکنه خود سرمربی هم بعضی وقتا اینجا نه توی کره دیگه توی کهکشان دیگه سرمربی یه تیم دوست نداشته باشه بازی قدرتمند اینگه زیر سی ما بازی بکنه. همینجور خواهد بود. ما باید اینو بدونیم که به هر حال الان سرپرست فدراسیون فوتبال آقای ماجیدی هستن. آقای ماجیدی خودشون سالهای سال هم تجربه بازی در رده بالای تیم‌های ملی رو داشتن، هم مدیریت داشتن. ایشون دارن بررسی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن و مطمئن هستم با نگاه فنی که ایشون دارن و همچنین آقای اسکوچی بازی خوبی میتونیم برای تیم ملی فراهم کنیم. اما موضوع مهم فقط تو شرط الان شاید بحث مسائلی است که خود فدراسیون فوتبال مقداری درگیر اون هستش. ما پول نداریم، یعنی الان هم پول هم مسائل حاشیه‌ای که برای فدراسیون فوتبال مقداری به وجود اومده اون داریم که همه با هم دیگه توی این مدت تا جام جهانی حداقل به احترام تیم ملیمون به خاطر مردم و به خاطر کشور عزیزمون همه با هم دیگه کنار هم باشیم و بتونیم برنامه‌ریزی کنیم برای فوتبال خوبمون در جام جهانی. همه ما میدونیم به حال شاید با این شرایطی که الان داریم واقعیت اینه که بازی با انگلستان، آمریکا و حتی برنده پلی آف راحت نخواهد بود. ما باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم. این برنامه‌ریزی ویژه واقعا من همینجا تشکر میکنم از برنامه خوب شما، از رسانه که تمام برنامه‌هاشون در جهت تقویت تیم ملی، ولی باز هم نیاز داریم که دولت و وزارت ورزش مثل گذشته خیلی جدی‌تر به این موضوع ورود کنن و برنامه‌ریزی کنیم و بتونیم حل کنیم مشکلات فدراسیون فوتبال رو در راه در حال آماده سازی دو فیفا دی که داریم و تیم ملیمون. همه ما می‌دونیم که امسال جام جهانی زمانش واقعا متفاوت شده. ما اینجور که در قطر در سمیناری که داشتیم اعلام کردن بازیکنان تیمای ملی شاید کمتر از 5 روز میتونن در اختیار تیمای ملی قرار بگیرن، ما بازیکنامون شاید چیزی حدود 5 یا 6 روز قبل از اولین بازی میتونن به اردوی تیم ملی ملحق شن، با توجه به اینکه بازی‌ها در پیش هستش، بازی باشگاه‌ها و همچنین شرایطی که داریم نیاز به یک برنامه‌ریزی داره که من همینجا اعلام میکنم اگر صرفاً بحث فدراسیون فوتبال باشه از اختیارات فدراسیون فوتبال خیلی از این برنامه‌ریزی خارج خواهد بود. هرچند که ما جلسات خوبی رو داشتیم با وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و قسمت‌های دیگه داریم برنامه‌ریزی رو انجام میدیم، ولی باز هم نیاز داریم که دولت ورود کنه به آماده سازی تیم ملیمون در راه جام جهانی. دقیقاً دو سه تا نکته بگم آقای کامرفا. اول اینکه آقای کاملا شما درست میگید، با توجه به شرایطی که الان فدراسیون ما داره، خب خود الان نمیدونن، خودشون نمیدونن چند بنده خدا کی چی کاره است، منتظر مجمع هستن که قطعی بشه اگه قرار مسئولیتی سپرده بشه خیلی کار سخت میشه. ولی ما اینجا هم خدمت همه دوستان عرض کردیم آقا کارو اگه میخواهید برون سفاری کنید چرا میگید نهاده قنام غیر دولتی مستقله؟ وقتی بحث کاری انجام دادن پیش میاد آقای وزارت خارجه شما میتونی به سفیر مکزیک
یه پیام بدی ببینی میتونه بازی با تیم ملیشون کجا اینجوریه؟ یه سری آژانسا وجود داره برای برگزاری بازی دوستانه، خیلی بدیهی و مشخص و خیلی راحت میشه بازی دوستانه ردیف کرد. ما الان معلومه که با مکزیک میتونیم بازی کنیم چون یه تیم از آمریکای شمالیه. ما با ایرلند میتونیم بازی بکنیم چون شبیه اون تیمیه که از پلی‌آف اروپا میاد و هزار تا نکته دیگه. میگم اشکال نداره، شما نهایت در واقع کمک رو باید از همه جا بگیرید، ولی از اونور نمیایم بگیم آقا ما همه کار خودمون میتونیم انجام بدیم و نهاد غیر دولتی هستیم. ضمن اینکه بدبینی بیش از حد و خوشبینی بیش از حد آقای کامران ما رو اذیت میکنه. ما اگه از الان خوشبین باشیم خیلی سطح توقع ببریم بالا، آره ما 100% 6 امتیاز میگیریم 4 امتیاز میگیریم صعود میکنیم، اینجوری تیممون مشکل میخوره و بعدش هم این هوادارهای فوتبال که دارن زندگی میکنن با تیم ملیمون به هم میریزن. ما با سطح توقع کاملا نرمال، میدونید همه الان یه ذره هول شدن آقای کامران فکر میکنم و یه ذره میخوان بالاخره یه کاری انجام بدن قبل از رقابت جام جهانی. ما خیلی واقع بین باید باشیم، شرایط تیم ملیمون رو بدونیم، سطح تیم ملیمون رو بدونیم، با یه تدارک خوب بریم بهترین عملکردمون تو جام جهانی داشته باشیم. دقیقاً درست فهمیدین و نقطه نظر شما کاملا مهمه، تایید تمام عزیزان هستش، همه عزیزانی که ورزشی هستن نقطه نظر شما رو دارن و این نگاه شما میتونه یه الگوی باشه برای کسانی که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن برای فوتبال و انشالله بتونیم هر با هم دیگه کمک کنیم تو این زمان محدودی که داریم تا جام جهانی به دلیل اردوهای کمی که میتونیم بذاریم بتونیم برنامه‌ریزی کنیم، انشالله یک عملکرد خیلی خوب از تیم در جام جهانی داشته باشیم. مطمئنا یه دلی و اینکه کنار هم باشیم هر با هم دیگه کمک کنیم اتفاقات خوب خواهد افتاد. به امید خدا. اصل حضور ما تو جام جهانی خیلی خیلی مهمه، افتخارآمیز ما تو 32 تای پایانی جام جهانی هستیم، جایی که ایتالیا نیست با اون همه ستاره اش، جایی که مصر با محمد صلاح و کارلوس کیروش و اینها نیستن، خیلی از تیم‌های دیگه نیستن. باید بریم لذت ببریم از این تورنمنت و واقع‌بین باشیم و بهترین تدارکات رو داشته باشیم. ما تک تک فیفا دیامون رو باید استفاده کنیم. حالا خود فدراسیون فوتبال تکلیف شما امیدوارم که مشخص بشه، جای دیگه که الان میتونن کمک بکنن تو این مقطع چون خیلی خیلی حساسه و بحث ملیه، باید بیان کمک بکنن بحث تدارک تیم ملی رو، بحث حضور تیم ما در بازی‌های دوستانه قدرتمند تا بتونیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. حالا خیلی اون اوایل جوگیر میشن میخوان حالا یه کاری انجام بدن، قوره کشیشو گفتن آره آره ما باید حتما بیام کنار فدراسیون کاری انجام بدیم، ولی هیچ خبری فعلا نیست. آقای کامران فرد، مجمع فدراسیون فوتبال کی برگزار میشه؟ تاریخ قطعیش چیه تا ببینیم رئیس فدراسیون گذشته، عزل رئیس فدراسیون اتفاق افتاده، اینجا قرار رأی گیری بشه و تعیین تکلیف بشه، کی برگزار میشه؟ خدمت رو عرض کنم با توجه به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 10 خرداد زمان برگزاری مجمع عمومی است و در حال ما در فدراسیون فوتبال داریم تلاش میکنیم و خود من به عنوان مسئول اجرایی فدراسیون فوتبال دارم تلاش میکنم که در حال مجمع رو مطابق با اساسنامه فدراسیون فوتبال پیش ببریم و تمام کارهای اولیه در مورد مجمع مطابق با اساسنامه فدراسیون فوتبال انجام شده. در حال موضوعاتی است که باید ما در مجمع در دستور جلسه مجمع قرار بدیم و منتظر هستیم. دو تا موضوع اینجا هست، این که مجمع است، مجمع به حال اعضای مجمع در اون مجمع شرکت خواهند کرد، به حال تصمیم گیری خواهند کرد در مورد مسائل کلی فوتبال و ما هم در فدراسیون فوتبال علاوه بر بحث مجمع داریم برنامه فوتبال رو پیش میبریم. به حال همه ما میدونیم ما فدراسیون فوتبال 18 تا تیم ملی داره، برنامه پیشرو داره، تیم امیدمون هستش، این دوتا به موازات هم داره پیش میره. ما داریم کار فدراسیون انجام میدیم، از یه طرف هم داریم برنامه‌ریزی میکنیم که شرایط مجمع رو مطابق من تاریخش رو میتونم بدونم؟ 10 خرداد خدمتتون هستم. قطعیه آقای کامران فرد، این برنامه نمیشه. بله ما به تمام 87 عضو مجمع فدراسیون فوتبال 70 روز قبل از مجمع نامه رو ارسال کردیم، نامه ها رو زمان و محل رو اعلام کردیم، در طول تا 22 فروردین میتونستن پیشنهاداتشون رو برای تر در هیئت رئیسه اعلام کنن که ایده پیشنهاد دادن و ما دستور جلسه رو 21 روز قبل از مجمع به تمام اعضای مجمع اعلام خواهیم کرد و مجمع رو مطابق با اساسنامه پیش خواهیم برد. مطمئنن تا زمانی که این مسئولیت با ما باشه سعی میکنیم که مطابق با اساسنامه بدون در نظر گرفتن هیچ موضوعی و صرفاً به هر چی به نفع فوتبال باشه، به صلاح فوتبال باشه، بر اساس اساسنامه پیش خواهیم برد و امیدوارم که هر تصمیمی گرفته میشه در نهایت به نفع فوتبال ما باشه، به نفع باشگاه ها باشه، به نفع هیئت. آقای کامران فرد، نکته چیزی نرسیده بهتون از سمت اعضای مجمع؟ به حال چرا؟ چون فرمودید که پیشنهاداتشون میتونن تا 22 ارائه بکنن، میتونن. به حال پیشنهاداتی از طرف بعضی از
اعضای مجمع رسیده که اگر شما اجازه بفرمایید در مورد پیشنهادات انشاءالله به مرزی که نهایی شد در دستور جلسه قرار گرفت حتما اطلاع رسانی خواهد شد. باشه. راجع به تیم ملی امیدم دیدم که در واقع دوستان رفته بودن سر تمرین تیم امید، بعضی از هفته‌های در واقع حساس لیگ فکر کنم می‌خوره به یه سری از اردوهای تیم ملی امید، درسته؟ آخرین شرایط تیم ملی امیدو بگین، واسه قرارداد مربیای تیم ملی امید چی میشه؟ بله، یه عددی رو که مثلا که کمیته ملی المپیک هم قرار کمک بکنه برای تدارک تیم ملی امید، عدد رسیده نرسیده؟ اینکه عدد رسیده با توجه به اینکه خب حساب‌های فدراسیون فوتبال مسعود است از طرف سازمان امور مالیاتی که ما درخواستم همینجا از این عزیزان با توجه به نگاه خوبی که دارن به حال آماده سازی تیمای ملیمون، هم تیم ملیمون در جام جهانی اردوی پیشرو و هم تیم امیدمون، درخواستمون این هستش که نگاه ویژه‌ای داشته باشن توی مدت حسابای فدراسیون فوتبال اجازه بدن باز چه تا بتونیم ما حداقل کارها رو انجام بدیم. از طرفی هم به حال تیم امید ما هم در حال آمادگی است، خب به حال به دلیلی که بازیکن‌ها اکثرا بازیکنان لیگ برتر هستن ما صرفا میتونیم در استفاده اردو بذاریم و با توجه به برنامه‌ای هم که اعلام شد ما دوستانه برای تیم امید خارج از کشور برگزار کنیم و از اونجا راهی مسابقات باشم. تیم امیدم با حضور آقای مهدوی کیا که واقعا جا داره من اینجا از ایشون همکاران از ایشون تشکر کنم، یه اتفاق خیلی خوب افتاده و یه برنامه‌ریزی خیلی خوب برای المپیک 2024 پاریس داره برنامه‌ریزی میشه. کمیته ملی المپیک و جناب آقای دکتر صالح امیری توجه دیجی به این تیم دارن. بله، کمک های انجام شده به فدراسیون فوتبال و قول مساعد دادن تیم ملی المپیک رو تا انشالله المپیک. بسیار. من سوال آخر هم بپرسم راجع به مسدود شدن حساب فدراسیون، قضیهش کی درست میشه؟ مربوط مالیاته؟ خدمتتون عرض کنم بله، مالیات مربوط به قبل از سال 96 بوده که به حال جرایمی بهش خورده، شاید اصل بدهی فدراسیون فوتبال اداره مالیات چیزی حدود 10 میلیارد باشه که چیزی حدود 30 میلیارد جریمه گذشته بهش اضافه شده و شاید ما در این بره انتظار داریم با دلیل اینکه به دلیل اینکه مسئله بس از پول نمیاد از اون پول ها به ایران ارسال نمیشه. خب از یه طرف دیگه حداقل انتظار اینه که خب هم جرایم بخشیده بشه هم بابت این مبلغی که بدهی داره فدراسیون فوتبال یه فرصتی بدن تا ان شاء الله ما بتونیم بعد از جام جهانی و بعد اون عددا رو یه صحبتی کرده بودن آقای ماجدی با اینفانتینو، اینا راهکاری چیزی برای اینکه اون عددا یه مقدارش یه واقعیت اینه که فیفا یک تعامل، من با مسئول مالی فیفا هم که صحبت می‌کردم، فیفا تا مطمئن نشه که این پول به حساب فدراسیون فوتبال ایران واریز میشه این گردش مالی رو انجام نخواهد داد و جزء مسائلی است که فیفا تصور میکنه اگر این پول به حساب فدراسیون فوتبال ایران انتقال پیدا کنه امکان داره در بین را در بانکی جایی مسدود بشه، بنابراین فیفا کار انجام نخواهد داد. اما ما جلسه داشتیم با جناب آقای امیر عبداللهیان، خیلی محبت کردن، کمک کردن، هم تو این زمینه هم تو زمینه بازی دوستانه با چند از استفارت ها در کشورهای دیگه صحبت سفیر ها صحبت کردن که انشالله بشه انجام. امیدوارم چون الان خیلی به کارمون میاد به خصوص برای بازی دوستان و تدارکاتی. آقای کامران افن ممنونم ازتون. من عذرخواهی میکنم، من واقعا امروز به دلیل اینکه تولد دخترم بود دیگه نتونستم اینجور خدمت شما برسم و دوست داشتم خدمت شما میبودم. من به حال هم پاسخگو هستم هم دوست دارم همه چی رو شفاف و واضح مطرح کنم، مردم بدونن شرایطو و من از شما ممنونم که توجه دارید به فوتبال، به فدراسیون فوتبال و مطمئن هستم که برنامه‌های خوب ورزشی، برنامه شما خیلی میتونه کمک کنه، همینجوری تا این لحظه کمک کرده و میتونیم کنار هم دیگه مسیر موفقیت تیم ملی مون در جام جهانی، تیم امیدمون و دیگر تیم‌هامون رو امید کنیم. ما باید برنامه‌ریزی کنیم برای تیم‌های بانوان در مسابقات پیشرو، تیم‌های به حال هم فوتبال داریم، تمام رده‌ها همه با هم دیگه بتونیم کمک کنیم برای موفقیت فوتبال کشورمون و در نهایت شادی دل مردم. متشکرم از شما، ممنونم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار. آقای کامران افن ممنونم ازشون و یه بار دیگه میگم ما پیگیری میکنیم این قضیه بازی دوستانه را که سری در واقع بازی دوستانه بی کیفیت یه موقع هماهنگ نشه و دوستانم تلاششون خواهند کرد اگه میتونن کمک مالی از هر جا بگیرن برای ارنج کردن و تعیین کردن یه بازی دوستانه خوب و اینکه ما خودمون هم پیشنهاد خواهیم داشت. طبیعتاً تیمایی که همگروهی آسیایی دارن تو رقابت‌های جام جهانی دوستان با ایران بازی دوستانه بکنن، این دیگه برمیگرده به اون روابطی که داشته باشن و بتونن بازی‌ها رو درست برگزار بکنن و ما با رنگ صد جهان بازی نکنیم، با زیر سی بازی کنیم. یه وقت خدمتتون عرض بکنم که نظر سنجی‌ها و پیش‌بینی‌های
فوتبال برتر فراموش نکنید. کانال فوتبال برتر رو هم روی آیگپ داشته باشید. اگه اپو ندارید میتونید یک بفرستید به 104427. خیلی راحت یه پیام کوتاه برای شما میاد، اپلیکیشن رو نصب بکنید، از خدماتش استفاده بکنید. پیام صوتی و تصویری و کارت هدیه الکترونیکی که اضافه کرده بودن و خرید شارژ و پرداخت قبض و اینها، و در کنارش هم همراه فوتبال برتر باشید. راجع به کیش صحبت کردم و پتانسیل بالایی که برگزاری این جام جهانی داره برای مناطق مختلفی از کشورمون مثل جزیره کیش. تلاش‌های خیلی زیادی هم توی این چند ماه گذشته انجام شده و مطمئنم که فعالیت بزرگی هم توی ماه‌های آینده خواهد بود در خصوص این قضیه. بریم یه گزارش کوتاهی ببینیم، حالا سعی می‌کنیم که خیلی بیشتر بپردازیم به کارهایی که قراره تا رقابت‌های جام جهانی توی منطقه آزادی کیش و جای دیگه کشورم برگزار بشه بفهمید. سفری که ما در قطر داشتیم جلسه خیلی خوب و مفصلی با ایشون و همکارانشون در موضوعات مختلف بین ایران و قطر و به خصوص جام جهانی بحث های مفصلی داشتیم و بعد از اونم در خدمت آقای امیر قطر و رئیس جمهور ایران در موضوعات دو جانبه و بحث های جام جهانی این جلسه ادامه داشت و مقرر شد که ما برای ادامه جلسه و نهایی کردن بعضی از موضوعات در خدمت ایشون باشیم در کیش که به ماه مبارک خورد. باید اشاره بکنم که من به کشور دوم خودم آمدم و ایران رو کشور دوم خودم میدونم، از این جهت مسئله خاصی هم نیست. کشور قطر اولا مساحتش خیلی کم هست، در علاوه این که در اون ایام جمعیت خیلی زیادی سرازیر میشه به سمت قطر، هزینه های اقامت در اونجا خیلی بالا هست، ما در اینجا هزینه هم بسیار پایین تر هستش. اگر به صورت حرفه‌ای انشاءالله کار رو دنبال کنیم، من فکر میکنم که بتونیم یه بخشی از هواداران و حتی تیم های فوتبال برای تمرینشون رو با توجه به اینکه وضعیت آب و هوایی ما با قطر خیلی مشابه هستش بتونیم جذب کنیم. خب حالا باید بریم توی عملیه، یعنی چقدر از ایده هایی که وجود داره چه کارهای جالب و باحالی میشه انجام داد برای استفاده از این پتانسیل بزرگ برگزاری جام جهانی در قطر. اما قشنگترین گل و قشنگترین شادی گل هفته گذشته فوتبالمون تو تمرین تیم صنعت نفت آبادان اتفاق افتاد که به نظرم تصویرش رو میتونیم الان بریم با هم ببینیم و متوجه بشیم که چقدر فوتبال میتونه اتفاقای جالب و رقم بزنه و دوست داشتنی رو. الان ما گم شدیم انگار توی قواری از اعتراض و دعوا و بیانیه و اینها، اول داریم اینو میبینیم و حواسمون نیستش که چقدر اتفاقای خوشگل میتونه فوتبال رقم بزنه. این بخش رو ببینیم متفاوت با بخش دیگه. آرزو چی میاد؟ چی بود آرزوش؟
وای عزیزم، اینم هدیته، یه کفش خیلی خوشگله که باید بپوشیش. همین الان آماده بشیم که بریم. بشنسی آقای ساکی رو بازی کنه صنعت نفت دیگه. مگه نمیشناختی همه رو صنعت نفتی رو؟ اینم علی آقا منصوریان که عزیزم چطوری؟ اینم طالبی که میدونی بیشش دارم. بچه ها یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا مهمون ویژه داریم بچه ها امروز، فوق‌العاده ویژه. یکشون لباس آبی داره ولی پرسپولیسیه. احسنت، خدای شاد حفظ. آرزوی ما بود که شما بیاین سر. یکی هم که طرفدار اختصاصیه طالب ریکانی و صنعت نفت. جام آورداره، نمیدونم به طالب میده به صنعت نفت میده. قدمتون رو چش ما گذاشتید، خیلی خوش آمدید. آفرین. خیلی خیلی دوست دارم. انشالله زودتر خوب میشی، ابرال میشی مثل اینا، بازیکن ورزشکار قشنگ. انشالله بیای کنارمون. منم از همین الان بهت قول میدم یه قرارداد خوب باز ببندم. باشه. البته 10 تا هم آپشن میذاره داخلش کم. اینا شما زحمت بکشید، هم یه هدیه است هم یه توپه. خب فقط سوال تو بیا تاله با نشسته شده دیگه، تاله میشه مربی، تو هم میشه جای تاله میشه حکیم، اینا میشن دستیاراشو ممنون خب گفتم خوشگل‌ترین تصویرهای هفته گذشتمون همینایی بود که بچه‌ها از آبادان برام فرستادن. خیلی متشکرم ازشون و البته از باشگاه صنعت نفت آبادان که این کارو باحال انجام داد. برگشتن تماشاگرای آبادان به استادیوم هم خودش یه اتفاق خیلی جالب خواهد بود و هر هفته یه آیتم جذاب تو فوتبال برتر قسمت. یه بخش دیگه هم ببینیم با هم دیگه، به نظرم قابل تأمله. ما اینجا همه باشگاهامون پسفند و پیشفند هزار تا دارن، فرهنگی ورزشی و اقدامات فرهنگی و بودجه فرهنگی و بخش فرهنگی معاون فرهنگی باشگاه، ولی واقعا خیلی وقتا چیزی نمیبینیم. مثلا توی ماه مبارک رمضان ما اتفاق ویژه‌ای از یک باشگاه فوتبالمون ندیدیم، با اینکه ممکن بود کارهای خیلی زیادی انجام بدن، شاید یه سری کارهای خیلی انجام شده باشه نخوان نشون بدن، ولی در کنارش یه سری اقدامات فرهنگی زیبا و یه کارهای رسانه‌ای قشنگ میشه انجام داد. ولی خب گفتم انقدر درگیر فضاهای دیگه، فضاهای بیانی نویسی و اعتراض و جنجال و اینا هستن که انگار نمیرسن، انگار اصلا کسی حواسش نیست به اتفاقات زیبای این مدلی. خب بریم به در واقع باشگاه QPR کوینز پارک رنجرز و ببینید که چیکار کردن برای ماه مبارک رمضان. من پول موریس به عنوان مدیر بخش رسانه در باشگاه کوینز پارک رنجرز به شما خوش آمد میگم.
برای من جای خوشبختیه که ما در این باشگاه میزبان شماییم و از شما سپاسگزارم که اجازه دادید ما در این مناسبت میزبان شما باشیم. ما این طرح رو ابتدا در سال 2013 اجرا کردیم. هدف اینه که اعضای جوامع برای شناخت کنار هم قرار میگیرن تا با ویژگی‌های این ماه آشنا بشن و اسلام رو بهتر بشناسن. ما امروز افطار رو در باشگاه کوینز پارک رنجرز برگزار می‌کنیم. این نخستین مراسم افطار در این باشگاه. امسال در چندین مرکز دیگر مراسم افطار در لندن برگزار خواهد شد تا غیر مسلمانان با اسلام، ماه رمضان و چرایی و چگونگی روزه‌داری آشنا بشن. با این طرح اخبار افطاری ها منتشر میشه، مردم در جوامع گوناگون با رمضان آشنا میشن و این باعث میشه تا غیر مسلمان ها بدونن رمضان برای ما تا چه اندازه ارزشمنده. من واقعا هم افتخار میکنم به عنوان اینکه مسلمان هم همین که خوشحالم این آقای عمر سلها که این پایینه این کار رو شروع کرد. چند سال پیش که اخبارش رو شنیدم خیلی دوست داشتم برم ولی فرصت نشد. گروهی از مسلمانان در ورزشگاه کوینز پارک رنجر واقع در غرب لندن که البته غیر مسلمانان هم میهمان این سفرند. برام جالب بود تا بدونم این مراسم چگونه برگزار میشه. امروز با فرزندانم و همسرم آمدم و برگزاری مراسم جدا مرا تحت تاثیر قرار داد. من و همسرم از این فرصت استفاده کردیم. همسرم چند سال پیش درباره برگزاری مراسم اطلاعاتی پیدا کرد. در اون زمان به افراد مجرد توصیه شده بود به همراه همسران آیندهشون در این مراسم حضور پیدا کنند تا در فضای متفاوت افطار کنند. معمولا افطارها در فضاهای سربسته برگزار میشه و همراه اعضای خانواده و شماره اندکی از نزدیکان در مراسم افطار حضور پیدا میکنند. اما اینجا مراسم متفاوتی برگزار میشه. شماره فراوانی از افراد زیر یک سقف در اینجا جمع شدند. با افراد جالب و متعددی روبرو میشیم. شماری از فوتبالیست های کوینز پارک رنجرز و لیگ های انگلیس رو هم در اینجا دیدیم. خیلی مراسم جذاب و دلپذیریه. من شخصا میدونم مسابقه فوتبال با زبون روزه اندکی دشواره، اما اگه قراره از انجام وظایف شرعیم لذت ببرم این دشواری‌ها برای من خیلی آسونه. مراسم افطاری جمعی که چندین سال پیش گروهی از دانشجویان مسلمان در ماه مبارک رمضان پایه‌گذاری کردند، حالا با پشتیبانی‌های جامعه مسلمانان در انگلیس در ده‌ها مکان مختلف این کشور برگزار میشه. سفره‌های افطاری مسلمانان میهمان غیر مسلمان هم کم نداره. خیلی خوبه که در میان شمار فراوانی از افراد مختلف مراسم افطار در اینجا برگزار میشه. افراد از جوامع مختلف در اینجا گرد هم میان و اوقات شادی رو سپری میکنن. به نظرم برای غیر مسلمانان هم جالبه تا در این گونه مراسم حاضر بشن و از اسلام و رمضان اطلاعات به دست بیارن. از این منظر برگزاری چنین مراسمی خیلی خوبه. من امروز اومدم تا در کنار مردم دیگر جوامع افطار کنم. بسیار مراسم خوبیه. رمضان ماه بخشش و شریک کردن دیگران و مراقبت از یکدیگره. ما احساس میکنیم در کنار دیگر جوامع قرار گرفتیم و این گونه نیست که به تنهایی در منزل افطار کنیم. این افطار به من بیشتر چسبید. فَإِن تَصْدُقُوا
خیلی متشکرم از همکارام تو دفتر نمایندگی صدا و سیما در لندن که این بخش رو برای ما فرستاده بودن. ممنونم ازشون. و دیدید که کیو پی آر اومده بود خیلی از هواداره غیر مسلمونش رو دعوت کرده بود به سفره افطار تا یه توضیح بده آقا اصلا این قصه چیه، این در واقع اتفاقی که میفته در ماه رمضان چه مدلیه، و کار فرهنگی که باشگاه کیو پی آر انجام داده بود توی این ماه. حالا بیاید یه مقایسه بکنید سر از باشگاه خودمون رو که گفتم کلی بودجه فرهنگی و معاون فرهنگی میره عکس میندازه و پسوند و پیشوند فرهنگی ورزشی و هیچی نمیبینی، هیچ اتفاق این مدلی نمیبینی، حتی با وجود در واقع مناسبت های مختلفی که ما داریم، با وجود تصمیمایی که میتونن مدیر عامل ها بگیرن. مثلا یه کار این مدلی، شاید یه برگزاری افطار این شکلی میتونست کلی بچهای علاقمند به فوتبال دهه نمیدونم 80 دهه 90 رو جمع بکنه، دارن هم بشینن هم یه مراسمی باشه، هم یه اتفاقی براشون باشه، هم که باشون صحبت بکنن. شما که تو فضای مجازی هستید، شما که توی استادیوم هستید، اینطوری برخورد بکنید، اینطوری حامی تیمتون باشید، یه ذره بتونیم سطح فرهنگی اتفاقات فوتبالی رو ببریم بالاتر. ولی کی این کارو میکنه؟ هیچ کس. کی بیانیه بنویسه، کی دعوا را بندازه، کی موج درست بکنه برای اینکه برید به فلانی فحش بدید، برید به اینکه توهین بکنید. یعنی خیلی‌ها دارن حقوق می‌گیرن که این کارا رو انجام بدن و یادشون رفته اصلا میشه کار این مدلی، این شکلی، کار فرهنگی زیبا و قشنگم انجام داد. گفتم گم شده قشنگ بین این غبار بزرگ درگیری و حاشیه توی فوتبالمون اتفاقای خوشگل گم شده که بازم میتونیم امیدوار باشیم تو سال آینده اتفاق بهتری بیفته. خیلی متشکرم که ما رو نگاه کردید. گفتم در ایام ماه مبارک رمضان، چون ما برنامه دوشنبه هم کوتاه‌تره، پنجشنبه هم 4 تا 6 خدمت شما هستیم و صحبت می‌کنیم راجع به اتفاقات فوتبالیمون. قرار بعدی ما باشه دوشنبه ان شاءالله ساعت 10:20 دقیقه فکر می‌کنم خدمتتون هستیم و با هم دیگه راجع به فوتبال گپ می‌زنیم. مراقب خودتون خیلی باشید. نماز و زکات قبول. یا علی، خداحافظ.